قسم که در تصویر میبینین دوستای عزیز ما خانه خواهر ما اومدیم که خیر طلب میکردن شما. آل چرا بود پولیش نمیکنی که خیر طلب میکنی؟ آل نمیکنم دیگه، حالا جوان شدیم کلان شد. چه قسم مردم اذیتت میکردن؟ آه مردم گب میزد به خاطر با دیگه نرفتم. کالا چوی قارن چوی ظرف چوی شیشه پاکدن دوری چطور میکردن. یک سال شد که جا به جا هستم. دست پایم درد میکنه، پیاله چای دست گرفتم. اگه بر باشه بارون باشه این دختر میره دیگه. صبر کن یکنیم صبر پیدا میکنم. میه بیا برین در موتر چکر برین توری که پارا میزنم. از موترات خیلی طلب میکنید یک اپا میزنه برد؟ خانه چیزی نیست و خوردن یکم بفرد چای تلخ میخوریم. چیز ای چیز که نباشه که چای تلخ میخوریم. خب امچاش هیچ چیز نیست، نان خوشکم نیست که با چای تلخ بخوریم. نه نه مگم دیگه چیزم نیست که بخوریم. نکو گیره خوره بقندیم. کدام غذا رو زیاد دوست داری؟ اونو نان نخوردیم که من دوست رو داشته باشم. غیری نان چای دیگه چیزا نخوردیم که من بگم این یه غذا رو دوست دارم. فروزان، اما افسوس که زندگیش برعکس نامش است. فروزان دختری است که زندگیش مملو از غم و جگرخونی بوده است. از تمامی صفت یک دختر او فقط نام دختر را با خود یدک می کشد. نه سواد، نه خانه، نه پول و نه چیز دیگری از دارایی یک دختر که باید داشته باشد ندارد. اما او دختر با غیرت و با عفت افغان است. دختری که با نان خشک و چای می سازد اما دامن خود را لکدار نمی کند. فروزان از پدر و مادر یک دانه است، اما برعکس دیگر نازدانه ها او فقط یک دانه دختر است که هم مسئولیت سنگین نان آوردن به دوش می کشد، هم کارهای خانه را. پدرش ریش سفید و جای افتاده است و مادرش خانم خانه. از لذت‌های غذای بیرون برای فروزان فقط بویش می‌رسد و بس. مزاحمت در زمان بیرون بودن او یک امر عادی است. با او چاره جز تحمل ندارد. با تمام این تفاسیر فروزان باز هم از خدای خود راضی است و شکر خدا را به جای آورده و هنوز نیز در راه تعلیم می کوشد. و کوشش می کند که پاره دیگر از پاره های قرآن کریم را یاد بگیرد.
با وجود این که درد و حسرت مکتب خواندن بعد از صنف سوم به دل او ماند. اما باز هم زندگی ادامه دارد. بشنویم از فروزان. خوب است بارکم. خوب است. نمک چی است؟ فروزان. فروزان جان چی کار میکنی اینجا؟ حیرت جمع میکنم. در خانه کاریگر کس ندارین که خود دیکارا میکنی؟ نه تنها خودم هستم کاریگر خانی ما. بیشتر موترم استاد که بود مزاحمت میکرد برات چی میکرد؟ میگفت چی میکنی؟ گفتم برو. میگفت معتل خاله است و مخالم خیره جمعه کنم. مزایمت خانه میکرد برای؟ نه. خواست ایسته. فامیلی اجازه میده خود در رضایت داری بریم داخل خانه گپ بزنیم و بر بیننده نشان بتیم که چی چیز تو را مجبور ساخته که این کارا میکنی؟ اجازه داریم. اجازه دارین؟ بله. سیسته. خیلی ببریم داخل مدر بشینیم. سیست؟ بله. خانه تون کجا هست؟ چلوی هست بالبه جان. خواده اونجا هست خانه؟ انشالله مطمئن خواستی که مشکل نداره در خانه میمانان که هستان فلان بگیریم و یک چیز دیگه ای که در تلویزیون کس خودتان نمیبینه. خب از اون آقا باز دلک جان باش. ولی خب روی سرک بود از خاطر گفتم روی تباز نکو با خانه رفتیم روی تباز که دوستا ببینید از این استن به خاطر که دلشان جمع شد و مطمئن شد از این خاطر. دیگه روزانه چند مجه می؟ چند مجه پس میری از کار اینجا؟ صبح که میم پیشینم. خب صبح میایی پیشین؟ خب باز اینجا نان چی میخوری خدا در صبح که بیایی تا پیشین و شام کار بکنی؟ نانم میخوری دیگه؟ نان صبح خورده از خانه میبره یا که اینجا نان میخوری؟ نه اگر دلم شد میخورم دلم شد نه در خانه که پدر مادر نان نخورن و آیا او خوردن نخوردن من چی را بخورم؟ دلم نمیشه. چاشم نان نمیخوری بس؟ نه نمیخورم. فقط بخاطر اینکه مادر چی خورده نخورده از خاطر؟ بله. خیر خور گلم دیگه تشویش نکو انشالله که خداوند بزرگ است و خیر و رحمتش برای خودت برسه. بخیر میریم حرکت کنیم طرف مسیر خانتون و کاکامان آدرس داده برو امو مسیر برا درست به خانه کرفتیم زیاد قصه میکنیم موتزه ایسته؟ سلام وقتتون بخیر. انشالله که همهتون خوب باشین. بازم خوش اومدین برنامه مسائلت است و این برنامه را قرار است که امروز ما کارش مجرکفر تقدیم شما عزیزان بکنم. قسم که در تصویر میبینین دوستای عزیز ما خانه خواهر ما اومدیم که خیر طلب میکردن. شما در تصاویر قبلی شاهدش بودین و خانه فروزان جان اومدیم. نام تو غلط نگفتم فروزان است درست؟ خوب هستی فروزان جان؟ چند ساله هستی؟ 14 ساله. 14 ساله. در خانه پدر جان مادر جان هست دیگه کسی هست یا نه؟ نه دیگه کسی نیست. فقط خودتان زندگی میکنی؟ چقدر وقت میشه که خودت خیر طلب میکنی؟ همین کارا میکنی؟ یک سال میشه. یک سال. قبل یک سال چه گپا بود؟ کی کار میکرد؟ کی کار نمیکرد؟ خودت چی کار میکردی اگه خیر طلب نمیکردی اگه کار میکردی؟ کار نمیکردم بود پلشی میکردم. خیر طلب نمیکردم بود پلشی میکردم. باز با بود پلشی کارت میشه؟ با کارم میشه. آل چرا بود پولیشی نمیکنی که خیر طلب میکنی؟ آل نمیکنم دیگه آل جوان شدیم کلاش. چه قسم مردم اذیتت میکردن دارتا؟ آه مردم گب میزد به خاطرم با دیگه نرفتم. پس چهرهت هم که میپوشنی به خاطر ازیست که مردم اذیتت میکنن از خاطر چهرهت هم میپوشنی؟ بله. مادر جان سلام خوب هستین؟ پدر جان سلام بر شما. بخیر باشین پدر جان بخیر باشین. پدر جان قصه کنین از زندگیتون. فقط همی یک دختر دارین دیگه بچه جوان کسی نیست از قوم خیش از اقاربتون؟ قوم خیش اگه می داشتیم به این اولاد نمی رسیدم. به این اولاد هیچ نمی رسیدم. هیچ یک رفم اولاد سر با آمد که یک پیسی دوار پیدا کرده می تانم. از دست ناچاری پریشانی ددان نانبایی میرم
یک چهار تا نانم پیدا میشه میرم یارم خود دلامو تزنی آشنا خب خودتانم یعنی کار میکنیم دختره تنان است خودتانم کار میکنیم بسیار کشه و پیسی دونم یک کرای خانه یا یک بله و یک بله برخه اگر برای آمیانه برای شما چی خود... کار میکنین دم نانوی میشینین؟ کار میکنین م... یا که چی؟ همه تو میشینم دیگه خب دیگه رفتم چاره نیست چه قسم زیاد ضعیف هستی نمیتونین کار کرده پای درد هستم ده سال پای درد هستم پیش کم بود دردش میتونستم یک کراچیوانی کده یک رقمی آله اید نمیتونم چرا رفته نمیتونم آل سعی چقدر وقت میشه مشکل بهتون پیدا شده؟ یک سال که دیم خانه هستم جا بجای دیگه دانان با یک شکر اگر رفتم تانستم یک بیگا بونه میرم نتانستم دیم خانه هستم اگر یافتیم یافتیم نیافتیم اونجا هستیم دیگه در خانه مادر جان خودتان کدام کسب کاری چیزی یاد ندارن گلدوزی خیاطی یوان کار بکنه؟ نه بچه اینطوری کار رو یاد ندارم خودم در خانه کار میکنم خب از این کار روماتیزم برم پیش خب اتمن قالین شوی ظرف شوی شیشه پاک کردن دوری چیزا میکردم یک سال شد که جا بر جای هستم خب دست پایم درد میکنم پیاله چای دست گرفتم بسیار سخت آمده این سال سرم بسیار زیاد جرا کرایی گفته این هست؟ بله چند کرا میتونی جرا؟ 2665 رفعه می یک خانه را 2665 رفعه می یک خانه را خیلی خود اگه بر باشه بارون باشه این دختر میره دیگه صبر تو یکی نیم سخت پیدا میکنم به من اگر بگو که مردم عذیتت میکنه در مدر پیاده چه قصد نکو گیری قربان عشقی نکو گیری خورت کنم نکو گیری نکو میفهم سخت است مشکلات زندگی است همه ما مشکل داریم خب انشاءالله که خداوند بزرگ است و خداوند خودش بالای ما مهربانی کنه پدر جان کس عزیزت نیکنه فروزم جان چه قسم گپا بد میزنه دو میزنه یا یکی در موتر چه قسم میزنه چی میگن گپای بد میگوین با ما دوشان میزنیم میگم چرا گپای گپ بد میزنی چه قسم دو میزنه تا چیم چی میگن می بیا برین در موتر چکر برین توری گپا را میزنم از موترات خیلی طلب میکنید یک گپا میزنه برد؟ تو هنوز کسی خوب از زور نخواسته که در موتر سوارت کنه و قسم خضیت خونه شوی تو هنوز؟ نه خدا شکر خدا شکر مکتب میخونه فروزه؟ نه مکتب میخون خیلی نمی چی کشد دیگه بیگو بگو بیچاره دمی گدایی خط میره از این کارا پایی دال سوبکی سوبکی میره کرس میخوانه باز میای از اینجا میره پشتی اکتکم مکتب هم بخاطر مشکلاتان خیلی ها کده آنان با خاطر این مشکلات مکتب ها میره سنف چند بودی؟ سنف سی سنف سی مکتب بودی ایلا کدی؟ تا حال کار کده رایستی؟ نه ایجا فکر نکدی که مکتب ایلا نمی کدی چی کارا دوست داشتی که شوی مثلا آسوده راحت مثل دیگه دخترهای که خوب لباس نپوشه مکتب میرن به شرقی مثلا اگر مادرشان اگر مریض نیستن جورستن برشان لباس میگیره یا خرج مکتبشان نمیته او تا گرزو رو داشتی؟ داشتم آل که نداری چه قسم حس میکنی وقتی او قسم دخترها رو میبینی مکتب میخونه؟ هیت گیریانم میاد دیم رو آسان میگره خیلی خیلی خودش بشه نکو خارک گل ما و گفتی که کورس میخوانه مادر جان کورس چی میخوانه فعلا؟ قرآن شریف خواه قرآن شریف در کنم قسمت رسیدی خودت قرآن شریف ختم کردی در کنم کتاب دیگه هستی چه نه ایجیگه میخوانم خواه قایده را ایجیگه میخوانی؟ با خدا را شکر بخوان انشاءالله خداوند ذهن روشن بکنه و هر کسی که برای خودتان کمک کرده اولین چیزی که مقدم تر از این است پدر جان که ما اقدام بکنیم به تحصیلات ازی که درسای خود پس شروع بکنه و آرزو داره خب آرزوی خوب داره میخوای که مکتبش رو ادامه پیدا بکنه و اگر یک چیزی در دست با بیایا بعد هم مکتب ها لحنا میشن مجازه را این دمی او سنو سرک سنو مارکیت که رفته در مکتب چه کنم که از ناچاری مکتب ایلا پایی دست بیش اگر ای خود در مکتب ما آرزو دارم که یک چیزی شو
مام آرزو دارم تو یک چیز اشجا با خب اتو نیست که من تمام آرزو برای گفت گذ بایی کنه بیارم با خوب نمیتونم تمر کده ایگه با شکرم که ناچار هستم ناتوان هستم پایدرد هستم احوان هشتگیست خیر برادر جان خداوند بزرگ است انشاءالله که همه ما شما رو میبینه در حالتی که هستیم و انشاءالله که یکی وسیله ای کار شده که برای خودتان خیر خداوند برسه ما بازی تو این فرصت افتار وزیر میکنیم که بیاریم رو تسلیمتان بکنیم و از این صحبت بکنیم که او قسمت خانه رو ما دیدیم پوپنک هست نم هست چی هست ریزش برف و باران او رو قسم کده و قسمت خانه را چکک وقت ریزش برف و باران چکک نکده رو سرش ترپال است و همه از پوپا نکده خب منتو چکک چیز خود نمیدید این چیز بسن خب خدا رو شکر که از این خوبی هم هست تو نوز برتون کس کمک کرده از طرف دولت بوده نه تا بال کسی کمک نکده هیچ مواد خوراکی پول نقد هیچ چیز کمک نکده فرزان جان کورس که خودت میری کورس بیرونی از خانگی از چه قسمت خانه کی است؟ پس چقدر فیس میگیره او؟ در هفته یا روزه؟ پنجشنبه دیگه پنجشنبه خوب است پولش کم است بعد در سایت خانه شوالا که لایق هستی؟ خوب را شکر چی تای میری کورس و چی وقت میری سر کار چی وقت پس میری؟ صبحی میرم شش بجه با ایچی کورس میری شش بجه؟ شش بجه صبح؟ خب شش بجه صبح چی وقت خلاص میشی از کورس؟ چند ساعت میخوانیم؟ یک ساعت میخوانیم یک ساعت هفت بجه خلاص میشه هفت بجه میری سر کار با پس بازو پس هم مدیم سر کار بم پس دو بجه میریم تا سی بجه پس دو تا میخوانی در روز دو تا کورس قرآن میخوانی با پس وقفه میگیری باز پس میری بعد از بار دو قرآن شریف خواندن به کار یا نه که نوخت شام میشه میری چه با تا سی بجه که درس ما خلاص با میریم پس دو تا کار میکنی دو جه میری کار میکنی تو کدام جای مشخص داری که اونجا استاد میشی خیلی طلب میکنی یا اینکه هر جای میگردی دورا میکنی چه هر جای میگردیم دیگر هر جای نیست که بتن هر جای میگردیم که باشی هر چند رو پدر از ما بس روزانه چقدر کار میکنی از این خیر جمع کردن چقدر پیسه به دست میری روز پنجار پس هر رو با پنجار پس هر رو چی کار میکنی دورا در خانه نان میکنی ساعت 12:30 بجه چاشت است درست است باز اینجا؟ خودتا خوب اثر کار ما پیدا کردیم گرفته ما بودیم آدرس خانه گرفته فعلا داخل خانه درستیم امروز چند کار کردی و اگر کار نکردی چیز بر خوردن است خانه؟ نه کار نکردیم هیچ؟ هیچ از در صبح داله؟ نه هیچ کار نکردیم در خانه چیز هست بر خوردن یعنی؟ نه در خانه هیچ چیزی نیست بر خوردن یکم بفر چای تلخ میخوریم چیز هیچ چیز که نباشه که چای تلخ میخوریم خب امچاشت هیچ چیز نیست نان خوشکم نیست که با چای تلخ بخوریم نان هست مگم دیگه چیز هم نیست که بخورم نکو گیره خورت قلیم دختر قوی است قدر زود گیریه نمی کنه خودش میره از اولی که خودش خود پول به دست میاره میره بیرون کار میکنه گیریه نمی کنه فرزان سیز بیا میریم فرزان جان یک کار میکنم سیز گیریه نکو باز من جگر خون میرم از اینجا سیز تا من زیاد جگر خون میشم سیز نان خوش گفتی فقط هست با چای دیگه چیزی نیست بیم نون خوش که چای بریم امروز با شما نون خوش که چای تلخ بخوریم سیست سیست بریم بخی جایش با من نشان بکی بریم نون خوش که چای بریم سیست
جان شکر نیست برا؟ نه خیر نان و چای میخوریم سیس؟ بیخه گلاس رو بر پدر جان مادر جان توسی که بوتی؟ بیخه گلاس رو چون شما این یه بس خود بود چکا نشیدی بود این یه هم گلاس ما سیس؟ بگیرم پدر جان شروع کنی بسم الله گفته جنانم یک ذره تازه نیست خب گرم نیست کمک سخت است ولی خورده نیست چقدر وقت پیش دینام شد از شب است از چی وقت است دینام؟ از دینه روزه از دینه روز چاشت است یا شب است؟ دینه روز چاشت خب نان خوش کد که از چند روز قبل مانده باشه اگر پول نداشته باشه نان بخواه خب نان خوش کم میخواه آه میخوری اتا وقت شده که دو روز پیش نپشتی یا سه روز پیش نپشتی اصلا کار نکده باشی خود دیا که پیسه نداشته باشی که چیز بخری فقط نان خوش با چای تلخ خورده باشی تو وقت شده؟ شده شبا جوام که میرفت دار نانبایی میششت که اونو میرم یاورد باده عبدیم هم اونو میرم میخوردیم تا دیگه جمه نان خوش که جمعه از یونو آخورده میریم اینو میاله دفتن شبا جوام مردم نان میده خب بازی اونو میخورده میریم اتونه شده که نان گرم و روز مروز بگیریم بخوریم که بسیار کم وقت هایو تو پیش میاد که نان گرم بخوریم یا قطق باشه یا یک چیزی که باشه بسیار دیگه روز بدارن که دخترم یاد خودم که یک چیزی باشه سوبانه باشه یا دیگه باشه ولی برابری نمیشه مگه هم برابری نمیشه اونو مقه میشه که همون دل چو سر چو اما قمیشه که دل آدم یعنی سیر شده شکم آدم ها در آدم تسلا شده که نان خوردی ولی او تو کشی ما پیدا کنی انرژی بگیری نیست نه دوستو واقعیت چرخ فلک است دیگه یکی رو میبینیم در کجا هست در چی جایگاه هست در چی مقام و چقدر نان خوبش میخوره و به جای یک نوع نان به صد رقم به پنجاه رقم نان میخوره در یک وقت سر میزش یا سر سرخانش هست ولی یکی رو میبینیم ببینیم دوستان نان دین روز چاش رو خودش رو نگاه کرده تا تو وقت هم میه که سه روز چه روز قبل نان خوشکن نگاه میکنن اصلا چیز برای خوردن پیدا نمیکنن ولی او رو میخورن واقعا سخت است و تقاضم از تمام شما بینندای عزیزه که زندگیتان خوب است اگر در این حالت قرار ندارین ولی دستان بدانتان میرسه حالت زندگیتان حالت اقتصادتان خوب است بین کمون رو تقسیم بکنیم یک نان خوده دو تقسیم بکنیم نصفش خودتان بخوریم نصفش برای کسایی که از دارایی ما خداوند تا حق قرار داده بالای ما که نصفش حق از این هست بین هم بیر تقسیم بکنیم و از اینا دریغ نکنیم کمک که از دست ما بیاید اما قدر نان خوردی دیگه دلت نمیشه؟ نه فروزون جان در غذا در دیگه که پخته میشنیم نانایی که ما پخته میکنیم در هر وعده غذای خود چی رو دوست داری خودت از غذا؟ کدام غذا رو زیاد دوست داری؟ اونو نان نخوردیم که من دوست داشته باشم غیر نان چای دیگه چیزا نخوردیم
که من بگم این یه غجاره به دوز دارم. از وقتی که یاد نهی تانا نانچه خوردی خلاص. بالاتر از نان چایی که مثلا غذا خورده باشی چی بود؟ مثلا روزی که پیسه داشتی مجبور نبودی که نان چای بخوری، نان با چای تلخ حتی بودم نباشی چی خوردی؟ مثلا پیسه دست بوده سودا آوردی در خانه؟ اگه بود آوردی مگه نبود؟ مثلا چی آوردی؟ اما روزی که بوده چی آوردی؟ کچالو خریدیم و او را قطق میکردیم میخوردیم. دوست داشتی که او را بخوری یا نه؟ نه نه از مجبوری دیگه. چند روز میشه که او گفتی کچالو را قطق میکردیم؟ چند روز شده که او کچالو قطق کردگیرم نخوردی؟ چقدر وقت میشه که او را نخوردی؟ فقط نانچای میخوریم؟ یک ماه میشه که نان و چای میخورن. خلاص دیگه هیچ چیزی نیست. دیگه هیچ چیزی نمیخوریم. هیچ چیزی هم نیست. پس اتو یکان روزه که کار بکنی و گفتی که 50 روپا همه قدر ها که کار بکنی نی؟ این همه قدر که کار بکنی باز او را که حتی نان خشک مثلا نمیخورن گفتی نگان تو نان خشک بتا میرین میخورن نی؟ او 50 روپا را جمع کده چی کار میکنی؟ کرای خانه را برابر میکنی؟ او را جمع میکنیم به کرای خانه ببلا و ببلا برق. ات وقت شده که صاحب خانه را ما آمده باش سرتان غلمغال کده باشه که چرا کرای خانه نمیتین مانده باش سرتان؟ اگر پیسه نمیبود با یک جزا گرم میگرم با تا که پیسی را میدادیم با او چیز ما رو پس میگرفتی. از خانه تان میگرفتی اگه اون چیزا میبردک؟ گرم میگرفت. تا که پیسی کراخانه میدادین و جنس دانه خلاص میکردین میبردین؟ واقعیت سخت است دوسته. واقعیت زیاد مشکل است. ای که ببینیم دختره دیگه که مکتب میخوانن، پانتین میخوانن و در یک گوشی است دنیا و در این قسمت زمین که ما پولی خواهرم شدیم یه مرزو داره که درس بخونه، ولی خب مشکلات زندگی اجازه ندادهشه و تا فعلا نه تا باعث ازی شده که مکتب ایلا بده و انشالله که یک کسی کمک بکنه. انشالله که شما از زایی که بیننده هستین اگر توان دارین حتما اقدام بکنین کمکتان ما برسنین برای خانواده تا ای که فروزان نازنین دختر نازنینه است که میره کار میکنه بر روی جادا گپه به هزاران نفر مشنوه. من نه هزاران نفر مشنوه، مطمئن هستم گپای ناسزا هم میگن، فحش هم میتنشه، دوام میزننشه، موتروان باشه یا پیاده یا بایسکل سوار یا هر کسی دیگه که باشه، ولی خب شاید شرم و حیایش اجازه بایی نه تا که او حلفاز با ما بگوی یا که یاد بکنه که برای چی چیزا استفاده میکنم. بخاطر از اینکه محیط افغانی خودم و جامعه افغانی خودم و برای شخصا خودم واضح است، آشکار است که ما در چه قسم یک محیط زندگی میکنیم. فرزان جان چی آرزو داری؟ آرزو داریم که زمین اتحادی متاجی برای مزی گذایی خلاص شیم. دیگه آرزو ندارم. فقط همی آرزو داری که از محتاجیت برای دیگه آرزو نداری؟ خلاص آرزو نداری که مکتب بخونی؟ دارم، آرزو دارم. خب اگر دوستا کمک کنه و بتونی مکتب تا شروع بکنی دوباره دوست داری چی کاره شدی؟ چی کاره مثلا معلم دوست داری شوی؟ دکتر دوست داری شوی؟ چی کاره دوست داری که شوی؟ دکتر شوی. انشالله کمک برد شو و به یه عرضوی خوبت برسی و دوست نداری که گدایی بکنی، از مجبوری کار رو میکنی. به میخادر عرضوی اولت همی از که از این کار برایی، از این محتاجیت برایی. دوستا بین دست به دست هم به تیمی خانواده را
کمک بکنه. ماهایی که توان مایی بود که وسیله کار شدیم معرفی کردیم اینچونین فامیلا رو و خصوصا این فامیلا برای شما. پس من شمایی که توان دارین و میتونین کمک کرده دست به اقدام بزنین و کمک بکنین این فامیلا. لایک سابسکرایب داشته باشین، کامنت بگذارین، ما در خدمتتون هستیم. پدر جان فعلا به ما اجازه بدین که ما بریم از حضورتون مرخص شویم و دفعه بعدی که ان شاء الله اومدیم با دست پر بیایم و تایی که دیگه فروزان کار نکنم. اگر کارم کرد کارشی باشه که بره به مدرسه، بره قانون شریف بخونه و همچنان بتونه مکتب خود ادامه بده. سیس پدر جان ان شاء الله همه ما دعا میکنیم که هر چیز زودتر خداوند یک کس را وسیله کار بسازه. درست است؟ ما هم بیا بزرگ چهار روز زنده هست و نیست همین محصد به محصد خود برسه. آمین. انشاءالله که خداوند دعایتان رو به درگاه خود قبول بکنه و فعلا هم با اجازهتان ما باید بریم. سیسته؟ بخیر باشین پدر جان. بخیر باشین.